آیا حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام پس از غصب خلافت در مقابل ابوبکر و عمر سکوت فرمودند؟ این سوال تکراری همیشه از جانب اهل تسنن مطرح می شود که علی علیه السلام با آن همه شجاعت و جسارت اگر خلافت را حق خیش می دانه ساکت نمی نشست و شمشیر کشیده و علیه خلفا قیام می نمود. حتما خود او از این جریان راضی بوده که سکوت می کند و تسلیم خلافت ابوبکر می شود. این شبهه از زمان خلافت ظاهری امیر مؤمنان علی علیه السلام نزد مردم مطرح بوده و امام نیز بارها در خطبه های مختلف پاسخ آن را فرمودند. در کتاب شریف بهارالانوار می خوانیم امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در اولین خطبه‌ای که پس از ورود به شهر کوفه ایراد فرمودند به قضایای غصب حق خلافتشان اشاره کردند. در این هنگام شخصی از میان جمع با اعتراض عرض کرد: چرا شمشیر نکشیدی و ظلم را تحمل نمودی؟ امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند: سخنی گفتی و اینک جواب آن را بگیر. هرگز از ترس مردم نبود که به قتال بر نخواستم، بلکه به خاطر عهدی بود که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتم. پیامبر اکرم به من فرمودند: ای ابوالحسن، پس از من امت عهدی که با من بستند را شکسته و در حق تو ظلم میکنند، در حالی که تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. عرض کردم: ای رسول خدا، در آن هنگام دستور شما چیست و چگونه عمل نمایم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با من عهد کرد: اگر یاور یافتی به سوی آنان بشتاب و با آنان بجنگ، ولی اگر یاور نیافتی دست بکش و خون خود را حفظ کن تا مظلومانه به من ملحق شوی. در عمل به عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفات ایشان و فراغت از تجهیزشان و جمع آوری قرآن، دست فاطمه و حسن و حسین را گرفتم و به در خانه اهل بدر و سابقان در دین رفتم و آنان را به حقم قسم دادم و به یاری خواندم، ولی جز چهار نفر سلمان، عمار، مقداد و ابوذر کسی مرا اجابت نکرد. و از اهل بیتم نیز آنان که یاور من در دین بودند، جعفر و حمزه، از بین رفته و مانده بودم بین دو آزاد شده ای که تازه مسلمان بودند، عباس و عقیل. قسم به آن که محمد را به حق مبعوث کرد، اگر آن روز که با خیشاوندان تیم بیعت شد 40 نفر یاور داشتم، در راه خدا با آنان می جنگیدم.